کمتر از یک ماه از به قدرت رسیدن شهباز شریف نخست وزیر جدید پاکستان می گذارد. پس از روی کار آمدن وی خبرگزاری اخبار شیعه با انتشار گزارشی پیش بینی کرد با توجه به روابط تنگاتنگ تنگ خانواده شریف با حکومت وهابی عربستان سعودی با به قدرت رسیدن شهباز گروه های سنی تندرو در پاکستان تقویت یابند اکنون و تنها پس از گذشت چند هفته از این ماجرا حمله انتحاری توسط یک زن بلوچ سنی مذهب در پاکستان رخ داده است. ارسانه های پاکستانی به نقل از مقام های این کشور گزارش دادند که در یک حمله انتحاری که عصر روز گذشته در خارج از مؤسسه کنفوسیوس در دانشگاه کراچی در ایالت سند این کشور رخ داد دست کم چهار تن از جمله سه شهروند چینی کشته و چهار تن دیگر زخمی شدند سخنگوی دانشگاه کراچی تایید کرده که سه تن از قربانیان شهروندان چین بودند آنها به عنوان مدیر مؤسسه کنفوسیوس کار می‌کردند راجا عمر خطاب یکی از مقام های اداره مبارزه با تروریسم در کراچی گفته که این حمله انتحاری توسط یک زن انجام شده است فیلم های دوربین های مدار بسته از این حمله زنی برغ پوش را نشان می دهد که بیرون دروازه ورودی مؤسسه کنفوسیوس ایستاده است زن درست زمانی که ون به ورودی مؤسسه نزدیک میشد خود را منفجر می کند. ارتش آزادی بخش بلوچ BLA با انتشار بیانیه‌ای در سایت رسمی خود مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. هر آنچه از اتفاقات و رخدادهای منطقه شهر یا کشورتان را مناسب پوشش دادن در اخبار شیعه میدانید از طریق شماره روابط عمومی اخبار شیعه برای ما ارسال کنید